تشخیص تابع از روی گراف. اول ما گراف یک گراف یک منحنی رسم کنیم، بعد از او از روی چی بفهم که همین گراف های گراف تابع هست یا نیست. خب فرض میکنیم یک منحنی داشته باشه، منحنی به این شکل هست. خب برای تشخیص که آیا این گراف گراف تابع هست یا نیا، یک راه وجود داره. برای اینکه یک خط مستقیم موازی با محور وای رسم میکنیم، اگر این همی گراف در یک نقطه قد بکنه گراف تابع است، اگر بیشتر از یک نقطه قد بکنه گراف تابع نیست. مثلا این خط موازی با محور وای ما رسم کنیم، در نقطه در یک نقطه ای را این گراف قد کرده، پس این گراف تابع هست. خب چی رقم باشه گراف تابع نیست؟ مثال دیگه میکنم، مثلا منحنی این شکل است، خط موازی با محور وای رسم میکنیم در سه نقطه قطع کرد، این محور اکس، این مبدا، این هم محور وای. خب این گراف ها این خط مستقیم موازی با محور وای در سه نقطه قطع کرده، بس این گراف گراف تابع نیست. یا مثلا به این شکل یک منحنی داریم این شکل، بازم زمانی که یک خط موازی با محور وای رسم میکنیم این را در دو نقطه خط میکنه، پس این گراف گراف تابع نیست. این بسیار رای ساده بود. خب دیگه ناحیه تعریف و ناحیه قیمت تابع را هم میتونیم از روی گراف تشخیص بدیم و گفتم که ناحیه قیمت چی چنده، ناحیه تعریف چنده. تعیین ناحیه قیمت، ناحیه تعریف و ناحیه قیمت. از روی گراف یک گراف تابع در نظر میگیریم که در اینجا روی محور x و y نقطه یک، دو، سه، چهار، پنج، شش مثلا منفی یک، منفی دو، منفی سه، منفی چهار، منفی پنج. منفی یک، منفی دو، منفی سه، منفی چهار، یا اینجا سعی میکنم که یک نقطه رو در اینجا به این شکل میگیریم، نقطه دیگر رو به این شکل میگیریم به در اینجا. خب روی محور اکس رو میکنم، اکس از چند تا چند قیمت گرفته، روی محور اکس میشه ناحیه تعریف. ناحیه تعریف روی محور اکس است، روی محور اکس ما وقتی که اینجا مشخص میکنم میگم که از این نقطه منفی پنج شروع شده تا مثبت 6 و مثبت 6 کسی اینجا این خانه که مربوطی مثبت 6 خانه خالی هست، پس اینجا این 6 از این طرف باز میگیریم، این اینتروال از طرف راست باز از طرف چپ بسته است. خب زمانی که این خانه خالی باشه اینی که این باز است، زمانی که این خانه سیاه شده باشه این یعنی بسته است. خب روی محور وای موشه ناحیه قیمت، ناحیه قیمت روی محور وای. در روی محور وای سعی میکنیم که از کجا تا کجا را همین گراف قیمت گرفته، پایین ترین نقطهش که در اینجا وجود داره منفی 4 و بلند ترین نقطهش مثبت 7. پس در اینجا گرفته میتونیم که از منفی 4 شروع تا مثبت 7 قیمت گرفته روی محور وای. پس ناحیه تعریف شد از منفی 5 تا مثبت 6، ناحیه قیمت چی از منفی 4 تا منفی 7. خب مثال دیگر در نظر میگیریم، مثال دیگر در نظر میگیریم که از به این شکل این دابه پیدا کنه این گراف. در اینجا ما چه قم بفهم که همین گراف ناحیه تعریف چی کنم و ناحیه قیمت چی کنم.
اول مشخص میکنیم تنگ سر میکنیم اینی هستم منفی 2.5 منفی 2.5 و قیمت وای منفی 1 منفی 2 و در این قسمت سعی میکنیم که ادامه داره یعنی ختم نشده. خب در اینجا وقتی نهایه تعریف رو مشخص میکنیم نهایه تعریف تابع خب از کجا تا کجا قیمت گرفته x از منفی 2.5 خب و روی مثبت محور x سعی میکنیم که در اینجا به نهایت یعنی آخر نبره پس ببین که از منفی 2.5 تا مثبت به نهایت قیمت گرفته میکنم و نهایه قیمت رو وقتی مشخص میکنیم قیمت وای روی محور وای نهایه قیمت بازم سعی میکنیم که از منفی 2 شروع شده این طرف منفی 2 تا مثبت به نهایت روی محور وای مثبت به نهایت است پس هم نهایه تعریف و نهایه قیمت تابع از روی Ну, просто погнать, ну, я не знаю. Ну, я не знаю. А я не знаю, не знаю. Я не знаю.